درود به همه هممیهنان گرامی. مطلبی را که میخواستم امروز با شما در میان بگذارم در چارچوب رسانه مانی درباره مطالب اساسی کنونی جامعه ما هست و مشخصا جنگ خامنه‌ای علیه زنان در ایران و علیه یهودیان که از جمله در این مورد در ضمن برمیگرده به آنچه که مربوط به حملات پهپادی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. نکته اول، بحث بستر این است که چرا جمهوری اسلامی علیه زنان جنگ می کند. خب ما می دانیم که نگاه قرآن نسبت به زنان پیوسته یک نگاه بسیار بسیار توأم با خشونت و بی احترامی نسبت به زنان بوده و در درون قرآن به شکل‌های گوناگون علیه زنان و علیه حقوق اونها، از جمله اینکه اونها نصف ارث مرد رو باید داشته باشن، از جمله اینکه اونها 4 نفر می توانند به همسری یک مرد در بیایند، از جمله اینکه اونها فاقد در واقع قدرت تشخیص هستند و در زمینه قضایی اعتباری ندارد، و همچنین اینکه زنان چگونه باید در خدمت نیازهای جنسی مرد باشد و مرد می تواند او را تنبیه بکند. و امروز این تفکر که در درون قرآن هست انتقال پیدا میکنه به طول تاریخ اسلام تا به جمهوری اسلامی شما برسید. همیشه و همیشه تمام این رهبران دین اسلام، یعنی آیت الله ها، حجت الاسلام ها، آخوندهای گوناگون، همیشه همین گونه صحبت های مربوط به قرآن و پیامبر اسلام رو تکرار کردن که زنان رو خار بکنن، زنان رو تبدیل به چی بکنن؟ تبدیل به 2 نکته بکنن. 1، زنان در ارتباط با در واقع بچه دار شدن، و 2، زنان در خدمت نیازهای جنسی مرد و نیازهای انحصاری مرد باشد و بنابراین بیرون راندن زن از جامعه، در درون پستی ها قرار دادن، روی سرش حجاب و چادر و غیر و ذالک قرار دادن، حقوق او رو به رسمیت نشناختن، همه اینها به این 2 نکته اساسی برمیگردد. برای اسلام زن خوب است، برای فقط بچه دار شدن که به اصطلاح مسلمان رو زیاد بکند و از سوی دیگر نیازهای مرد رو فقط جواب بدهد. یعنی شما توجه بکنید که حتی اگر محیط آخوندی رو کما بیش بشناسید، تنها جایی که آخوندها توی چهرهشون در واقع خنده میاد موقعی هستش که دارن متلک ها، حرف های بسیار زشت در ارتباط با مناسبات جنسی با زن رو دارن مطرح میکنن. در اون حالت چهرهاشون روشنه، چهرهاشون داره میخنده، ولی در تمام زمینهای دیگر نگاه بکنید به تمام آخوندها، چهرهای بسیار منحوس و بسیار زشت و اخمو دارند. ولی به هر حال اون چیزی که مربوط به حقوق زنها هست اینی که شما انتظاری نباید داشته باشید. و وقتی که میرسیم به درون جمهوری اسلامی و از ابتدا تا امروز یکی از محورها در سیاست جمهوری اسلامی مبارزه علیه زنان بوده که اینها رو در واقع حقوق بکنه و از جمله حجاب رو به اونها تحمیل بکنه در دورهای مختلف، و خوشبختانه زنان پیوسته و پیوسته مبارزه کردن. از همون فردای انقلاب اسلامی تو خیابونها آمدن و در دورهای مختلف نیز مبارزه و مقاومت خودشون رو نشون دادن، و از جمله در انقلاب زن زندگی آزادی و امروز شرایطی که در ایران وجود دارد میبینیم در پرتو این انقلاب زن زندگی آزادی که روسری های خود رو برداشتند و سوزاندند و رقصیدند و ترانه خواندند، امروز
جمهوری اسلامی نمیتواند این رو تحمل بکنه و دوباره تعرضات گسترده ای رو علیه حجاب زنها و بنابراین خود زنها آغاز کرده. پروژه جدید رو از حدود یک سال پیش به درون پارلمان بردن، مجلس اسلامیشون بردن و ماده های گوناگون گذاشتن و مجددا در خیابان های گوناگون ایران ما امروز دوباره شاهد گشت ارشاد، همون گشت فاشیستی که زنان رو میخواد سرکوب بکنه، دوباره شاهد این هستیم. جنگ جدیدی یا در دوره جدیدی علیه زنها آغاز شده است و این جنگ، دوستان گرامی من، یک جنگ در واقع جانبی نیست. یعنی کسانی ممکنه بگویند که بله به هر حال مسئله این هستش که حجاب مسئله فرعی است. نخیر، اونا میگویند مسئله فرعی است به خاطر اینکه بی‌عدالتی اجتماعی هست. خب این هم بی‌عدالتی اجتماعی در ارتباط با دستمزد، بی‌عدالتی اجتماعی در ارتباط با محروم کردن زنان هستش، بی‌عدالتی اجتماعی در ارتباط با سرکوب روشنفکران هستش، بی‌عدالتی اجتماعی زمانی که در واقع عملا حجاب اسلامی رو میخوان تحمیل بکنن هستش. همه این جنبه‌ها یک پدیده یگانه هست و اون هم توتالیتاریسم اسلامی هست که در مورد حجاب در واقع چی؟ فاشیسم اسلامی مردسالارانه رو میخواد تحمیل بکنه. پس نگوید کسی که حجاب فرعی است، مانند حرفی که در همون روزهای پس از انقلاب اسلامی میگفتن و از جمله روشنفکرانی که گفتن که حجاب جنبه فرعی هستش و مسئله نیست، حجاب رو میشه گذاشت بر سر. و چه در واقع چه سقوطی این افراد کرده بودند. من نمیخوام وارد این بحث و چه افرادی بودند به خاطر اینکه به طور مشخص میشه راجع به اونها صحبت کرد، ولی این به هر حال بود همسویی با کی؟ با قرآن و خمینی. خب حال امروز و ما میرسیم به نقطه ای که بر اساس اخباری که همین روزهای اخیر و ساعتهای اخیر به دست ما میرسه، اینی هستش که میگویند صدها نفر دوباره زنان ایران رو دستگیر کردند. صدها نفر رو. این بیان خشونت گسترده نظام جمهوری اسلامی است. و بیان چیست؟ بیان این هستش که دوباره همین جلاد بزرگ خامنه ای که یک بیمار سادیستیه و فاشیست هستش، اعلام کرد که دوباره بله زنها باید حجاب خود رو رعایت بکنند و به اطرافیانش گفته که نمیشه این گونه تحمل کرد، حجاب داره زیاد میشه و بنابراین شدت عمل باید به خرج داد و به دار و دستای فاشیستی و در واقع بسیجی خودش و باندهای آتش به اختیار خودش عملا چراغ سبز داد که بزنید، حمله بکنید. داردستهای فاشیستی و اسلامی که به گاه به شکل ارشاد می آیند و گاه به شکل فاطمه کماندو می آیند و گاه به شکل در واقع پلیس اخلاق می آیند و غیر و غیره، همه اینها یک چیز هست و اون هم دسته های سرکوب مردم و سرکوب زنان است. به عنوان یک ابزار، به عنوان یک سلاح که چگونه این امر باید سرکوب بشود، یعنی امر آزادی. چرا دوستان؟ به این خاطر که ببینید جمهوری اسلامی آیا شعور اینو ندارد که جهان کنونی رو بفهمه؟ خب انسان‌هایی هستن که در زمین همین جنایتکاران آدم‌هایی هستن که در همین جهان دارن زندگی میکنن. آیا اونها در ذهن خودشون عقلانیتی ندارن که فهم داشته باشن نسبت به ارزش‌های کنونی؟ ببینید جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ایدولوژیک اسلامی، افرادش و از جمله خامنه‌ای، جنبه عقلانی که داره بهش میگن عقل ابزاری. یعنی چی؟ یعنی که میتونه تشخیص بده که بفرض
کدوم اقدام برای سرکوب نسبت به اقدامهای دیگر مؤثرتر هست، یعنی ابزارهای سرکوب کدوم یکی بهتر هست. به عنوان نمونه خدمتتون دارم میگم و به این ترتیب میتواند بگوید این یا آن محور. این که بگوید کدوم ایدولوژی یا پروپاگاند میتواند تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد و میتواند تشخیص این یا آن، یعنی استدلالی به شکل ابزاری برای شما مطرح میکنه. ولی عقلانیت اونها عقلانیت فلسفی نیست. عقلانیت و در واقع راسیونالیزم مربوط به فهم اجتماع نیست. اونها در جستجوی هستن که کدوم ابزار بهتری ابزار برای نابودی جامعه هست. بله، بنابراین اونها هم نیز دارای مغز هستن، دیوانه نیستن، مغز هستن، دارای مغز هستن و در ضمن دارای تمایل عمیق تبهکاری هستن، سرکوب و برابر این خفقان. و خود خامنه ای، یکی از بحثایی که من اخیرا دارم مطرح میکنم، برای من خامنه ای یک فردی هستش دارای روان پریشی عمیق سادیسمه. یعنی سادیسم یعنی چی؟ یعنی زور گفتنی به دیگران، به اجتماع، و از جمله زور کردن نسبت به مناسبات اجتماعی و فشار آوردن، زخمی کردن، مردم آزاری کردن نسبت به چی؟ از جمله زنان. این سادیزمه. اونتا سادیزمی که با توتالیتاریزم اسلامی شخصی و فردی او گره خورده. یکی از ویژگی های شخصیتی هست که توتالیتر هست و بنابراین ولایت فقیه مطلقه خودش به این می انجامد که استبداد داشته باشه به شدیدترین وجه. و در ضمن چی؟ در این استبداد و اجرای استبداد و اجرای خشونت لذت ببرد. سادیز یعنی لذت بردن از بکارگیری خشونت علیه دیگران. جمهوری اسلامی بنابراین براش اینکه حجاب باید باشد یک امر حیثیتی است، حیثیت از چه نظر؟ حیثیت ایدئولوژیکی اونها. خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی اسلامی دارد که هم ایدئولوژی است هم ابزاره. برخی ها می آیند و می گویند که بله امروز دیگر مسئله ایدئولوژی نیست برای جمهوری اسلامی اسلام، بلکه ابزار است. نخیر، نخیر، به هیچ وجه. این کاملا اشتباه هستش. و از جمله یکی از شخصیت های ادبی و منتقد ادبی در واقع این رو مطرح میکرد با بسیار حکم قطعی. نخیر، همچین چیزی نیست. هر گرایش، هر قدرت سیاسی دارایی در زمین یک ایدولوژی هستش و ایدولوژی جمهوری اسلامی همانا اسلام هستش. منتهای مراتب این هم ایدولوژی هویتی جمهوری اسلامی هستش. خامنه ای مسلمانه، آخوندها مسلمان هستند و این فرد اسلامگرای مسلمان در ضمن با تمام فساد خودش چه آمیختگی عمیق هویتی دارد. مگر علی ابن ابی طالب فاسد نبود؟ مگر محمد فاسد نبود؟ مگر اینها راسن نبودند؟ مگر اینها در واقع ثروت‌های یهودیان رو چپاول نکردند؟ پس اسلام و چپاول، اسلام و فساد یگانه است، جزو یک پدیده هستند. و امروز هم این پدیده رو ما در نزد آخوندهای کنونی و از جمله خامنه‌ای می‌بینیم. خامنه‌ای یک فرد فاسد است. حالا این فرد فاسد که دارای ایدولوژی هست، بنابراین نسبت به ایدولوژی خودش باید چیکار بکنه؟ باید از اون حمایت بکنه. این ایدولوژی جزئی لاینفک، جدایی ناپذیر از هستی او هست. بنابراین وقتی میگوید حجاب بر سر بکنید، داره از قرآنش دفاع میکنه، از اسلام داره دفاع میکنه و به علاوه در جستجوی این هستش که کنترل بکنه اجتماع رو از طریق کنترل زنان. یعنی چی؟ یعنی اینکه عملا زنان رو، مناسبات اونها رو با جامعه قطع بکنه، کم بکنه از طریق حجاب و از طریق قوانین فاشیستی ضد زن
و به این ترتیب بتواند سلطه خود رو چکار کنه؟ مستحکم تر بکند. و می داند امروز که اگر حجاب رو در واقع دیگر هیچ حرفی راجبش نزنه، به عنوان یک عاملی هست که با قدرت فراوانی تمام فروریزی این نظام رو معنا می دهد. این فروریزی تشدید میشه. زیرا همین که امروز زنای ایران بیش از پیش میگوین حجاب نه، یعنی بیان چیز؟ یعنی یک رد سیاسی رژیم، یک رد ایدولوژیکی رژیم، یک رد در واقع دینی رژیم و قرآن توش هست. یعنی برای این زنان دیگر حجاب و ارزش‌های دینی هیچ گونه ارزشی ندارد. حس میکنن و دیدن و میبینن که چه کلاهی بر سر اونها رفت اون زمانی که بهش وفادار بودن و برای از اون زمانی که مبارزه خود رو آغاز کردن، میدونن که حقانیت با اونهاست. این مبارزه علیه اسلامگرایی، علیه قرآنگرایی و علیه جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا بکنن. پس بنابراین بله، کسانی هم هستن دیندار هستند ولی ضد حجاب اسلامی هستند، مسلمه اینها هم هست، ولی ما باید بدانیم و اونها نیز باید بدانند که این عملا اجباری که برای حجاب هست از درون قرآن می آید بیرون. از درون قرآن آیه های گوناگونی در این زمینی که حجاب خود را رعایت کن خواهرم در درون قرآن آمده است، از زن پیامبر اسلام گرفته تا دیگران بهشون داره مرتبا خطاب میده که رعایت بکن، رعایت بکن، و این میشه قانون در جمهوری اسلامی. خب به این ترتیب جمهوری اسلامی در یک دورانی قرار گرفته که این دوران در واقع باید با تشدید سرکوب و اصرار بر مواضع ایدولوژیک او مشخص بشه. بنابراین یک حکمرانی مطلق در زم در چی؟ در ارتباط با کوچکترین مناسبات اجتماعی خودش رو باید در واقع تحمیل بکنه، زیرا ولایت فقیه مطلقه آخوند که متکی بر قرآن هست باید با شقاوت، با زور، با خشونت دین خودشو به جامعه تحمیل بکنه. ولی ما میدانیم که چنین زورهایی از جانب اقتدارگرایان اسلامی نمیتواند، هرگز نمیتواند کارساز باشد. دیگر توهمها شکست و امروز آنچه که مهم هستش همانا شجاعت ایرانیان و شجاعت زنان ایرانی است که دارن مقاومت میکنن. پس ما مردان و از جمله زنان ایران باید در این زمینه همبستگی خود رو نشان بدیم، در برابر جمهوری اسلامی باید ایستاد و اگر چنان که شاهد هستیم در درون خیابون‌ها و این میان دختران عزیز ما و زنهای ایران رو میگیرن و دستگیر میکنن، دوستان گرامی نگاه نکنید، شورش داشته باشید، اعتراض بکنید، در برابر نیروهای گشت اسلامی مقاومت بکنید، نگاه فقط نکنید، تحمل نکنید عزیزان من. این جنگ اولی هستش که ادامه داره و برابر این جامعه هم به جنگ خودش ادامه خواهد داد، علیه کی؟ علیه جمهوری اسلامی. یک جنگ دومی نیز وجود دارد که در این طول تمام تاریخ اسلام وجود داشته و اون هم جنگ علیه یهودیان هست. آیه های گوناگونی در درون قرآن وجود دارد که این آیه ها در ارتباط با چی؟ در ارتباط با اینکه یهودی را نمی شود، یهود را نمی شود اعتماد کرد و یهود باید در واقع به عنوان یک عنصر منفی هستش و یهود رو مانند کافران باید بهشون ارتباط به اصطلاح را با اونها این مناسبات رو داشت. یعنی چی؟ یعنی همون گونه که کافران، منافقین، مشرکین، مرتدین با شدت عمل نسبت به اونها باید رفتار کرد، با یهودی ها هم به همین ترتیب. در درون قرآن یهود یک فرد در واقع چی؟ فردی هستش که متقلب، فردی هستش که ضد در واقع دین مبین رسول الله، و بنابراین رسول الله هم میگوید
خانه و کاشانه اونها رو بدزدید، چپاول کنید، باغ فدک رو از چنگال اونها بیرون بیاورید، به دختر من بدهید و در ضمن اونها رو هر کجا که هستن بیرون رانید. این ایده مرکزی که در قرآن اومده در طول تاریخ ادامه داشته. البته این ضدیت با یهودی ها در دین های دیگه هم نیز وجود داشته، از جمله در نزد کلیسا هم کاتولیکا هم پروتستان ها، زیرا بنابر این اعتقاد و باور اونها این استش که در واقع به سلام عیسی مسیح توسط یهودیان کشته شد، پس بنابراین یهود منبعی برای چی در واقع ضد اخلاق بودن در جهان است. و حتی شایعاتی در قرون وسطا بود که ببینید چگونه یهودیان در واقع در آبهای به اصطلاح روستاها و غیر و ذلک زخم می ریختن، سم می ریختن و به این ترتیب شایعه های این گونه رو دامن می زدن که تمام جامعه اون زمان خودشون رو علیه اونا تحریک بکنن. و این ماجرا ادامه داشت و در درون ما در واقع کشورهای اسلامی هم به همین ترتیب ادامه دارد، به شکل بسیار قدرتمند. یعنی چگونه در مناسبات فرهنگ عامیانه تمایلات کسانی که ضد یهود هستند، آنتی سمیت هستند، دقت بکنی یک واژه معمولا میگن جهود میگن و به علاوه همیشه با یک نگاه منفی میگن و به علاوه همیشه اون بدبینی نسبت به یهودیان رو با خودشون تکرار میکنن و همچنین خیلی براشون راحت به هیچ وجه نیست که در کنار یک یهودی غذا بخورن یا حتی دست به او بدهد. اینها جزء همین فرهنگ عامیانه ای هستش که متاسفانه به شکل منفی وجود دارد و این خودش رو در ریشه‌های دینی و از جمله آخوندیسم می‌بینند. یک، این دلیل همینه. دو، گذشته این جامعه عامی در ضمن بخشی از کسانی که میگوییم به هر حال نخبگان بودن، انتلیکتویلن، روشنفکرن و غیر و ذلک، اینها هم بخشی از اینها دارای تمایلات ضد یهود بودن عزیزان من، منتها به شکل در واقع ظریف‌تر عمل می‌کرده. تمایلاتی در درون، زیرا حتی خود استالین هم یکی از ویژگی‌هاش ضدیت او با یهودیان بوده و بنابراین تناقضی ندارد که چپ‌ها باشند و در ضمن تمایل ضد یهود نیز داشته باشند. و ضد یهود در ایران، در فرهنگ ایران در این دوران اخیر هم از طریق اسلامگرایان هم از طریق چی چپ‌ها روش پیدا کرد در ایران. یعنی چپ‌ها به اسلامگرایان اعتماد داشتند، حال آنکه نسبت به یهودیان همیشه و همیشه مسئله یهود رو در ارتباط با دولت اسرائیل قرار میدادن و میگفتن پس بنابراین دولت اسرائیل یک در واقع دولت استعماری هستش، پس نسبت به چپ به اصطلاح یهودیان پیوسته و پیوسته این عدم اعتماد باید وجود داشته باشد. پس یک نقش دوم هم اینها بودند که نخبگان گوناگون با تمایلات ضد یهودی خودشون. و امروز جمهوری اسلامی، تمام سلسله تاریخ جمهوری اسلامی 45 سالی که گذشت در زمینهای مختلف ضدیت خودشو با یهودیا نشون داده. خب در اینجا خب روشنه دوستان گرامی، ما امروز به خصوص شکل جنگی که خامنه‌ای میکنه رو به عنوان علیه اسرائیل میگوید. اسرائیل مانند خود خامنه‌ای، خود خمینی خاطرتون هست که اون سخنرانی که داشت که گفتش که در واقع یهودیان بنی قریظه رو که حدود بین 700 تا 900 نفر بودند بر اساس در واقع خود تاریخ اسلامی، مورخین اسلامی نیز گفته شد که اینها توسط علی و خود محمد سرشون بریده شد، بنی قریظه سرشون بریده شد و خمینی گفت یادتون باشه. به این ترتیب هستش که وقتی ما میرسیم امروز، وقتی که میگوین علیه اسرائیل، یادتون باشه این ضدیت علیه اسرائیل یکی از پایه‌هاش در چیز در همون ضدیت علیه یهودی هست. عزیزان مطمئن باشید. و تمایل یک جانبه داشتن
نسبت به چی؟ در دفاع از فلسطینی ها باز هم یک ارتباط با ضدیت با یهودی در دل خودش دارد. این بحرانی که امروز در خاورمیانه هستش خب روشنه. این بحران جنبه های تاریخی، جنبه های دینی، جنبه های دیپلماتیک، جنبه های کشورهای خارجی در این منطقه و غیره غیره دارد. ولی از جمله نکاتی که می شود در اینجا بیان کرد چیست؟ و اون این هستش که ببینید ما نگاه بکنیم. پس از جنگ جهانی دوم به هر حال اسرائیل به وجود می آید. من وارد اون بخش تاریخی و هزاره هایی که پشت این دوران بودن نمیخوام بپردازم. یک بحث دیگری هستش، دولتی به وجود بر اساس قطعنامه سازمان ملل قرار بر این شد که دو سرزمین و دو دولت بتواند به وجود بیاید. اسرائیل ها سریعا اقدام کردن و دولت خودشون به وجود آوردن و البته نسبت به فلسطینی ها هم در واقع خشونت هایی رو به کار بردن، کشتارهایی نیز صورت گرفت. این هم یک واقعیت تاریخی هستش. ولی از سوی دیگر تمام این دوران فلسطینی ها در واقع ناتوان بودند، لیاقت کامل و متاسفانه نداشتند و عملا به لحاظ این برخورد ایدولوژیک صرف که بخوام بگویند که این منطقه فقط مال فلسطینی هستش، خب این درست نبود. این در واقع افراطی و زیاده روی بود. همین نوع برخورد در نزد بخشی از در واقع یهودیان اسرائیل نیز وجود دارد. اون جریان های مذهبی فاشیستی که در درون خود اسرائیلی ها وجود دارد و از جمله از متحدین دولت دست راستی نتانیاهو اون مذهبی هایی هستند که به نوعی امام زمانی هستند و خواهان جنگ هستند، خواهان پرتاب کردن به بیرون به اصطلاح نسبت به فلسطینی ها هستن. بله، این دو جریان، هم جریان ارتجایی در درون فلسطینی ها که بخوام بگویند که اینجا در این منطقه فقط باید فلسطینی مسلمان باشد و اون طرف هم جناح راست مذهبی در واقع یهودی. خب اینها هست، ولی علارغمی که این پدیده وجود دارد ولی تلاش مشترکی از جانب اسرائیلی ها صورت گرفت منجر به وجود آمدن این دولت شد. ولی تلاش های گوناگونی که در جبهه فلسطینیا بود بیش از پیش اونها رو به وضع قهقرا کشوند و تمایلات در واقع هم تروریستی نوع غیر اسلامی در ابتدا مانند جورج هبش و غیر و غیر رو دامن زد و پس از اون هم جریان های در به اصطلاح مذهبی مانند حماس و غیره رو متولد کرد و پرورش داد و بنابراین امروز آنچه که مربوط به سران یا رهبران فلسطینی هستش، از یک طرف محمود عباس است با گروه خاص خودش که سراپا در فساد غرق هستش و از سوی دیگه هم نیروهای فاشیسم اسلامی مانند حماس است. جمهوری اسلامی در این ارتباط آن کاری که می کند، ببینید از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز جنگ داشته. مگر جمهوری اسلامی نگفت که باید این سرطان از بین برود؟ گفت. همین ایده مرکزی اونها هست که اسرائیل به عنوان یک سرطان باید از بین برود. حال آنکه برای ما ایرانی ها به هیچ وجه چنین در واقع چنین حکمی نمیتواند درست باشد. ما اختلاف مرزی با اسرائیل نداریم، ما اختلافات سیاسی با اسرائیلیان نداریم. آرمان ما آرمان فلسطین نیست، ما آرمان خودمون ما ایرانیان را داریم. ولی به ما حقنه کردن، اسلامگرایان و چپها به ما حقنه کردن که بله شما یه آرمانی دارید که اسمش آرمان فلسطین هست. نه خیر، ولی ما میدانیم در منطقه ما خاورمیانه چنین پدیده به هر حال وجود دارد. جمهوری اسلامی برای توجیه ایدولوژی خودش اون تمایل ضد یهودی که داره عملا منجر به این شد که بگوید که در این دوران جدید جمهوری اسلامی هم علیه این اسرائیل
که تجلی وجود یهودیان هستش باید مبارزه کرد و اینها یک طاعون هستند. پس ببینید جنگ رو چه کسی آغاز کرد؟ جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اقدام کرد و جنگ رو اعلام کرد. و حتی در زمان جنگ ایران و عراق اسرائیلی ها به ایران اسلحه فروختند. این یک واقعیت عینی هستش. ولی این خصومتی که علیه یهودیان و علیه اسرائیل باید به کار می بردن از طرف جمهوری اسلامی، یک به لحاظ وفاداریشون به دین اسلامشون هست، دو یک محور ایدولوژیکی هست که افراد رو به روی این بسیج بکنن، و سه بیان مخالفتشون با اسرائیل در ضمن بیان مخالفت اونها با غرب، با آمریکا، با اروپا هست، و چهار مخالفت و به اصطلاح جدال اونها از اسرائیل نسبت به اسرائیل بیان چیز؟ بیان سیاست امپریالیستی جاه طلبانه افرادی مانند خمینی و خامنه ای هست. اونها در جستجوی این هستن که یک منطقی رو داشته باشن زیر کنترل خودشون که همان ایدولوژی اسلام شیعه باشد، و به این ترتیب خواستن که اهل سنت رو کنار خودشون داشته باشن. پس پشت این اهداف جمهوری اسلامی یک سلسله عوامل ایدولوژی که شدیداً ناسالم و در واقع استعماری قرار گرفته است. امروز هم وقتی که همین در چند روز اخیر ما دیدیم که پهپادهای جمهوری اسلامی و موشکاش بیش از 300 پهپاد موشک به طرف اسرائیل انداخته شد، پرتاب شد. چرا؟ گفتن که 7 نفر از افراد جمهوری اسلامی از جمله زاهدی که از جمله قاتلین مردم ما بودند در یک حمله هوایی در نقطه مربوط به کنسولگری جمهوری اسلامی از بین رفتن. پس اون 7 نفر که از بین رفتن، جمهوری اسلامی در صدد به اصطلاح چی واکنش برای جواب دادن بود. خب و گفتن که بله این کار غیر قانونی است و چرا در یک نقطه مربوط به کنسولگری حمله شده و غیره. حال آنکه یادشون رفت مثل اینکه زمانی که جمهوری اسلامی آمد و سفارت آمریکا رو گرفت در تهران، مگه اون سفارت متعلق به آمریکا نبود؟ چی شد؟ سفارت عربستان رو وقتی که اینها گرفتن و آتش زدن، مگه اون متعلق به عربستان نبود؟ چه شد؟ پس حال که اینها میگویند که کنسولگری اونها، خب آنچه که برای اسرائیل مطرح بوده این که چگونه اون افراد نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرد، مانند سردار قاسمی که در صدد آمریکایی‌ها یا افراد دیگه از بین رفتند. این یک جنگه، جنگی که ادامه داشته و دارد. و این جنگ رو چه کسی خواهانی هستش؟ این جنگ رو ادامه بدهد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی مرتبا تهدید میکنه با موشکهای خودش و روی موشکها مینویسد مرگ بر اسرائیل؟ جمهوری اسلامی. ولی از سوی دیگه هم اسرائیل با قدرت تکنولوژیکیش، با قدرت در واقع خبری و اطلاعاتی خودش، بخشای مهمی رو از اطلاعات جمهوری اسلامی رو داره و ضربه های گوناگونی نسبت به جمهوری اسلامی وارد ساخته است. پس ببینید دوستان عزیز من، بحث ما در اینجا جانبداری یک جانبه از اسرائیل به هیچ وجه نیست. بحث من در اینجا این هست که بگویم که اسرائیل حق دارد به عنوان یک کشور باقی بماند و بر اساس قطعنامه سازمان ملل فلسطینی ها هم به همین ترتیب. و من میدانم علی‌رغم تمام انتقادهایی که به نظام اسرائیل وجود دارد، از جمله بی‌عدالتی، از جمله برخوردهای در واقع در زمینه شهرک سازی های استعماری که توسط اسرائیل ها انجام میگیره و
ولی در این حال یک جامعه است که جامعه دموکراتیک به چه معنا؟ به این معنا که در واقع انتخابات درست در اونجا صورت میگیره، به این معنا که خود نتانیاهو 3 بار در دادگاه محکوم شده و اگر چنانچه دوران سیاسی کنونیش پایان بپذیرد، نتانیاهو از درون کاخ خودش به کجا می رود؟ به زندان خواهد رفت. و فلسطینی های هم که مقیم اسرائیل هستند، شهروندان این کشور هستند، رأی میدن، نماینده در مجلس دارن و از جمله در ائتلاف های گوناگون شرکت میکنن. پس غلط هست که بگوییم که آپارتاید. نه خیر، به هیچ وجه. ولی در ضمن در دل این کشور تمایلات راست فاشیستی نیز وجود دارد. یکی از روزنامه نگاران معروف که در فرانسه بوده، منتها خودش به هر حال یهودی بوده و الان هم مجددا برگشته به اسرائیل، به عنوان شار آندلند، اینجا دارم نشون میدم، شار آندلند یک کتابی، کتاب های گوناگونی در زمینه مسائل خاورمیانه نوشته، بعد چون یک کتابی در با این عنوان که نشونتون دادم، اسرائیل لگونی دون دموکراسی، یعنی لگونی دون اگونی، یک چیزی که در حال مرگ هست، یکی در حال زوال هستش. او داره انتقاد میکنه، یه شهروند اسرائیلی است، که اسرائیل امروز به دنبال سیاست های نتانیاهو، یعنی جناح راست افراطی، دموکراسی در این کشور به خطر افتاده. یک نکته دیگه رو خدمتتون عرض بکنم، اهود باراک که نخست وزیر سابق اسرائیل بودش، متعلق به جناح در واقع دیگه مخالف نتانیاهو بود، همین دیروز مصاحبه با او شد از طریق تلویزیون های فرانسه و نکته ای که گفت این بود دوستان گرامی، که گفتش که سیاستی که نتانیاهو داره، که جنگ طلبی داره و در اتحادش با جناح‌های راست مذهبی اسرائیلی هستش، گفت نتانیاهو عملا اسکلاو، یعنی عملا بنده این جریانات راسیست مذهبی یهودی در اسرائیل هست. ببینید پس بنابراین یک شخصیت سیاسی، افراد شهروند این کشور به بالاترین مقام سیاسی این کشور که نتانیاهو باشه به این انتقادها میپردازن. اکثریت جامعه امروز اسرائیل مخالف نتانیاهو هستش و نتانیاهو خودش رو بر رأس قرار داده. به خاطر چی؟ به خاطر ائتلافش با جریانهای راست مذهبی در واقع سوپرماسی، که به اعتبار چه 14 نماینده، 14 نماینده که اونها هستش، عملا به نتانیاهو اجازه داده که این در موقعیت چی؟ در موقعیت دولتی خودش قرار داشته باشه. اونها اگر این شکاف برداشته بشه و اونها بشکنی ائتلافشون، نتانیاهو افتاده. پس بله، ما انتقاد داریم به سیاست های نتانیاهو، به سیاست های ساخت شهرک ها، به سیاست هایی که منجر به در واقع کشته شدن هزاران نفر از فلسطینی های در نوار غزه. دوستان گرامی، این تمایل جنگ طلبانه یک جانبی هست که عملا منجر به تلفات سنگین افراد بیگناه شد و این به عنوان یک جنایت جنگی باید محسوب بشه، در این حالی که اعلام میکنن و میگوین که بله، اسرائیل حق داره که این حماس جنایتکار رو از بین ببرد، که این حماس مانند در واقع جمهوری اسلامی یک جریان راسیسم و در واقع فاشیسم اسلامی هستش، متحد جمهوری اسلامی هستش، ضد جامعه اسرائیلی هستش و حق اسرائیلی هستش اون رو از بین ببرد. حالا با توجه به این، وقتی که این مجموعه پدیدار رو که ما در نظر میگیریم و برای که بحث خودم رو به پایان برسونم، این هستش که ببینید وقتی که جمهوری اسلامی جنگ به این ترتیب با پهپادها و در واقع موشک ها انجام میده، میخواد چی بگه؟ به خاطر اینکه یک، در ارتباط با اون افرادی که کشته شدن، زاهدی ها و یارانش، میخواد بگه که اون برای من مهم بود و بنابراین من باید جواب بدم. خب از نظر ما و ملت ایران
اون افراد افراد در واقع جنایتکار بودند، مانند قاسم سلیمانی. ولی برای این دلیل اول جمهوری اسلامی است. دو، میخواهد بگوید که من در این منطقه باید حکمرانی خود خاص خودم رو داشته باشم و بنابراین اون چون به من ضربه زد و من هم ضربه دیگری میزنم، نوبت من هست. و دیدیم به هر حال به دنبال بحث‌های پنهانی و مذاکرات پنهانی که با آمریکایی‌ها بود، عملا این 300 تا پهپاد و موشکی که پرتاب شد بر اساس آمارهایی که امروز دیگه باز مشخص‌تر شده، در مجموع حدود 10 پهپاد یا موشک به از روی 300 خورده ای 10 تا عملا به چی در اسرائیل فرود آمد و یک سلسله از موشک ها و پهپاد ها در مسیر، یعنی در خود ایران، در عراق و یا اردن در واقع اونها افتادن. و این هم بیان این هستش که عملا جمهوری اسلامی اون تسلط لازم رو حتی ندارد، یعنی خطاهای بسیار بزرگی در این زمینه داشته است. پس بنابراین جمهوری اسلامی در جستجوی چیست؟ ایجاد جنگ. جنگ علیه چی؟ تو اگر جمهوری اسلامی به قول یکی از این اسرائیلی ها میگفت اگر او میتواند نسبت به پرسنل نظامی ما مانند آنچه که عمل شد، البته دولت اسرائیل نگفته که ما این کار رو کردیم، خب این به هر حال زبان دیپلماتیک اینها هستش، ولی این رو مطرح میکنه که اگر اون اعتراضی دارد بره خودش همون گونه کارها رو انجام بدهد. خب جمهوری اسلامی نمیتواند. پس بنابراین جنگ میخواد بپا بکنه. جنگی بپا بکنه که چی؟ که در کل منطقه در واقع اون رو به آشوب بکشه. جمهوری اسلامی رسالتش در ایجاد جنگ و بحران در خاورمیانه بوده است. پس این جنگ، جنگ ملت ایران نیست. جنگ خامنه‌ای علیه دیگران و علیه وجود اسرائیلیا هست. ما نسبت به یک سیاست یک کشور بزرگی مانند ایران در آینده باید داشته باشد سیاست مسالمت، به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز هست. تمام کشورهایی که اطراف ایران هستند همه و همه در مناسبات پاره شده و در واقع درگیری های گوناگون با ایران هستند. تمام این همسایه‌هایی هستند که از جانب جمهوری اسلامی در واقع ضربه خوردن و به جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی ندارن. ببینید هنر جمهوری اسلامی تخریب مناسبات با همه کشورهایی هستش که دور ایران رو گرفتند. این است واقعیت. جمهوری اسلامی یک رژیم فاشیست اسلامی هستش، شدیداً منفرد شده، در انزوا قرار داره و سعی میکنه بالاخره این دو نکته رو خدمتون عرض بکنم که تمام بکنم. ببینید سیاست خارجی جمهوری اسلامی از سیاست داخلیش جدا نیست. در داخل فاشیسم اسلامی هستش و در خارج ادامه تعرض، ادامه خشونتگری و از بین بردن صلح در عرصه منطقه و جهان است. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.